برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. امشب همانند سالهای گذشته گرد همایی مبلغان در آستانه ماه مبارک رمضان با بیانات مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی برگزار می‌شود. در همین راستا اطلاعیه‌ای توسط بیت معظم الله منتشر شده که نسخه از آن به دست خبرگزاری اخبار شیعه رسیده که بخشی از آن بدین شرح است. گرد همایی مبلغان با بیانات مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامز الله در آستانه ماه مبارک رمضان 1445 در روز شنبه 19 اسفند 1402 ساعت 23 دقیقه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم برگزار می‌گردد. لازم به ذکر است مجموع رسانه امام حسین علیه السلام مانند سالهای گذشته گرد همایی مبلغان در آستانه ماه مبارک رمضان با بیانات آیت الله العظمی شیرازی را به صورت زنده پخش خواهد کرد. نیروهای امنیتی نیجریه روز جمعه 18 اسفند به امید یافتن نشانی از حدود 300 دانش آموز ربوده شده جنگل‌های بزرگی را در مناطق شمال غرب این کشور جستجو کردند. عملیات جستجو پس از حمله گروهی از افراد مسلح در روز پنجشنبه به یک مدرسه دولتی در شمال غرب نیجریه آغاز شد که در جریان آن دست کم 287 دانش آموز ناپدید شدند. این دومین آدم ربایی دست جمعی در این کشور در کمتر از یک هفته محسوب می شود. در اوایل این هفته نیز بیش از 200 نفر عمدتاً زن و کودک توسط افرادگرایان در شمال شرق نیجریه ربوده شدند. حملات هوایی برخی از جنگنده ها به روستای مرزی اقلیم کردستان عراق دو کشته و یک مجروح بر جای گذاشت. روزگار سارکی بخشدار شلاتزی ضمن اعلام این خبر گفت که صبح روز جمعه 8 مارس این اتفاق بر اثر بمباران روستای دیوکی در منطقه شلاتزی رخ داده است. مقام های محلی ترکیه را مسئول این حمله می دانند. ترکیه بارها به مواضع حزب کارگر کردستان PKK حملات هوایی و زمینی انجام داده است. مقام های عراقی و مقام های اقلیم کردستان بارها از ترکیه و PKK خواستند که درگیری‌های خود را به خارج از مرزهای اقلیم کردستان منتقل کنند. اخباری مبنی بر افشای جزئیاتی از توافقنامه امضا شده میان اتیوپی و سومالیلند به گوش می‌رسد که بر اساس آن به رسمیت شناختن سومالیلند به عنوان کشوری مستقل از جمله موارد مندرج در این توافق است. به گزارش الجزیره اگرچه مفاد این توافق که برخی از آن موارد اعلام شده در صورت اجرا دستاوردهای استراتژیک و اقتصادی برای هر دو طرف به همراه خواهد داشت، اما یک منبع آگاه آفریقایی گفت اکتشافات عظیم نفتی در سواحل سومالیلند به ویژه در امتداد سواحل دره نوگال بین سومالیلند و پونتلند یک انگیزه قوی برای اتیوپی در ورای انعقاد این قرارداد بود، چرا که اتیوپی در حال حاضر تمام نفت مورد نیاز خود را وارد می کند. این منبع توضیح داد اجرای این توافق که به طور ناگهانی در اول ژانویه اعلام شده میتواند منجر به درگیری مسلحانه و جنگ منطقه‌ای تبدیل شود. زلزله 4 ریشتری در مقیاس امواج درونی زمین جبال بارز شهرستان جیروف در استان کرمان را لرزاند. شبکه‌های لرزنگاری مرکز لرزنگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در ساعت 2:50 و 10 ثانیه بامداد روز شنبه 19 اسفند ماه این زمین لرزه را ثبت کردند. مختصات این زمین لرزه که در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داده 28.91 درجه عرض شمالی و 58.1 درجه طول شرقی ثبت شده است. واحد خطابه حسینی در آستان عباسی نشست علمی را با مشارکت حدود 120 مبلغ از استانهای مختلف عراق برگزار کرد. در همین راستا شیخ عبدالحسن عطایی پژوهشگر دینی این واحد گفت
آستان مقدس عباسی نشست علمی تعاملی را با مشارکت حدود 120 مبلغ از استانهای مختلف عراق با سخنرانی استاد حسین الحکیم برگزار کرد. وی افزود بر ما پوشیده نیست که نقش مبلغان را دیگران نمی توانند ایفا کنند، زیرا واعظ حامل پیام نظری برای رساندن عملی آن به مردم است. عطایی خاطر نشان کرد در این نشست تعدادی از مسائلی که در جامعه رواج یافته است، سوابق، دلایل پیدایش و نحوه برخورد با آنها بررسی می شود، زیرا ما می دانیم که مبلغان باید رسالت خود برای دعوت به سوی خدای متعال را با حکمت و موعظه نیکو انجام دهند. هند روز جمعه شروع به اخراج اولین گروه از پناهجویان میانماری کرد که پس از کودتای نظامی در سال 2021 به این کشور پناه برده بودند. هند همچنین تصمیم دارد پس از چند هفته از اعلام رسمی پایان دادن به مجوز ورود بدون ویزای این دسته از اتباع میانمار در روزهای آینده تعداد بیشتری را به کشور خود بازگرداند. این در حالی است که هزاران غیر نظامی و صدها سرباز از میانمار به ایالت‌های هند گریختند. اما مسائل قومیتی و خانوادگی میان جوامع دو کشور که خطر گسترش تنش‌های اجتماعی در هند را افزایش داده، دهلی نو را نگران کرده است.